گزارش های اخیر حاکی از آن است که شعبه جامعة المصطفی در برلین تحت نظر نهادهای امنیتی آلمان قرار دارد و فهرستی از 700 نفر مرتبط با آن تهیه شده است. این نگرانی ها درباره فعالیت های این نهاد و احتمال جذب نیرو برای اهداف خاص، سوالاتی را در مورد آینده فعالیت های جامعة المصطفی در آلمان به وجود آورده است. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. به تازگی گزارش‌هایی درباره شعبه جامعة المصطفی در برلین منتشر شده که نگرانی‌هایی را در مورد فعالیت‌های این نهاد به همراه داشته است. به گفته منابع خبری، این مرکز تحت نظر نهادهای امنیتی آلمان قرار دارد و فهرستی از 700 نفر مرتبط با آن تهیه شده است. برخی تحلیل‌ها به این نکته اشاره دارند که این نهاد ممکن است به جذب نیرو برای اهداف خاص بپردازد. مدیر اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به افزایش پروپاگاندا و بسیج افراد از سوی گروه‌های رادیکال اشاره کرده و اظهار داشته که فعالیت‌های مشکوک مرتبط با محور ایرانی در آلمان تحت نظارت است. جامعة المصطفی خود را به عنوان یک دانشگاه مجازی معرفی کرده که دروس علوم دینی و الهیات را ارائه می‌دهد و هدف آن گسترش معارف قرآن و مکتب اهل بیت در جهان است. در پاسخ به این اتهامات، این نهاد هنوز توضیحاتی ارائه نکرده و این وضعیت موجب نگرانی‌های بیشتری درباره آینده فعالیت‌های آن در آلمان شده است. همچنین افزایش فعالیت‌های امنیتی برون‌مرزی ایران در آلمان و ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ ابعاد تازه‌ای به این موضوع افزوده است. در این شرایط آینده جامعة المصطفی و روابط آن با نهادهای امنیتی همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. همراه هستیم با دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر. آقای دکتر هنرور سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به نگرانی‌ها و نظارت نهادهای امنیتی آلمان بر شعبه جامعة المصطفی در برلین، به نظر شما این وضعیت چه تأثیری بر فعالیت‌های این نهاد و ارتباطات آن با جامعه مسلمانان در آلمان و سایر مراکز دینی فرهنگی مرتبط با دولت ایران خواهد داشت؟ بفرمایید. ضمن عرض سلام و ادب احترام، ببینید مرکز جامعة المصطفی اولا که خب معترفه که با جامعة المصطفی ایران همکاری میکنه و از اون خطوط کلی خودش رو میگیره. در ثانی جامعة المصطفی در آوریل 2019 از سوی ایالات متحده آمریکا به هر حال به عنوان یک چیزی که وابسته به سپاه قدس است و جز سازمان‌های تروریستی محسوب میشه ارزیابی و طبقه بندی شده بوده، ولی موقعیت و مسئولیتی رو که در آلمان داشت عمدتاً به خاطر عضویتش در اتحادیه جماعت‌های شیعی آلمان بود که حالا بیشتر اعضایش هم شیعیان ترکیه هستن و به هر حال 150 مسجد رو در اختیار داشتند و حتی در اولین نشستی که برگزار کرد در مورد به اصطلاح فهم از اسلام میان واقع گرایی و افراد گرایی، حتی بودجه ای رو که سازمان حمایت از داخل و جوانان و مثلا مسائل آلمان پرداخت کرد، به دولت فدرال آلمان پرداخت کرد، از طریق اون سازمان 18200 خورده یوروش به جامعة المصطفی رسید. اما بعد از اتفاقاتی که در مورد مرکز اسلامی هامبورگ و سایر مراکز افتاد و الان که دیگه جزء اون اتحادیه نیست و اون مسئولیت رو از دست داده و با توجه به اینکه خود سایت رسمی جامعة المصطفی در آلمان اصرار داره بر پوشش اخبار مربوط به جنگ و مسائل خاورمیانه و پخش اطلاعیه گروه حزب الله و حماس، خب طبیعتاً هم حساسیتایی که وجود داره با اون سابقه که براش وجود داشته، هر چقدر کار علمی کنه کار فرهنگی بکنه، به هر حال زیر نظر خواهد بود و دولت آلمان برای امنیت خودش و برای جلوگیری از تروریسم و جلوگیری فعالیت‌های خرابکارانه دولت‌های دیگر در خاک خودش طبیعتاً تلاش می‌کنه
و برخورد مانند برخورد مرکز اسلامی هامبورگ رو باش نکرده، فقط افرادی رو که با این نتورک در ارتباطند مورد بررسی قرار داده و دقت دوچندانی در مورد اونها کرده. و خب جامعه مصطفی هم چون که فرمودید موضعی نسبت به این موضوع نگرفته، ولی این که الان در گزارش فرمودید خب جامعه مصطفی هدف اصلیش در مورد قرآن و اهل بیت است، نه، ببینید وقتی جامعه مصطفی خودش تقریبا 10 روز پیش در سایت خودش میگه که جامعه مصطفی بلندترین و رساترین صدای انقلاب اسلامی ایرانه، خب اینو دولت آلمان هم میخونه، دولت آلمان هم میبینه و خب برداشت دیگری میکنه. ولو اساتید آلمانی هم درش مشغول پژوهش هستن، ولو در سطح لیسانس درسای الهیات برگزار میشه درش، و به هر حال اینا مسائلی است که اگر یک مرکز اسلامی بخواد در کشور غربی بدون اینکه ارزش‌های اون کشور و ارزش‌های به اصطلاح قانونی رو و ظرفیت‌های اون رو رعایت بکنه، خب طبیعتاً دچار مشکلات میشه. سپاس از همراهیتون، با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.